این اتاق چطور مانده؟ این 24 ساعت داریم خبر گفته برین گفته برین کشته ما را. اگر کرونا نه یا شیر آقا و چیم یک مصروفیت برات پیدا کو. خواه سفوره خواه اول یک عکسش پیدا کنم. این سفور دغلباز نطاق تلویزیون بیش بلقو مصاب به کرونا شد. این حال شیر کنین دعا کنید دوستا. خلاص خواب چه مقه مشهور شدی حال سعی که دیگه که چی رقم تره بیادر بیاد درت مشهور می سازه. چی کنیم بیکاریز دیگه دمی خانه اینمه تو یک نفر چی باش کم یک نفر دیگر هم پردم. این آوازخان ما با کرونا گرفتار شد، لطفاً برایش دعا کنید. منبع شفاخانه پرتم پرتم. لکه لایک شما. آها سلام دوست عزیز، آیا این واقعیت داره؟ سلام دوست عزیز. بله لالا جان، من خودم شاید صحنه بودم که از خانهش سلفه کده برآمد، باز چپه شد بردنش. خواه یک نفر دیگه کی را پردم؟ این بچه این ماما این که پیاز دینیمی چیز کار میکنه. این اکسش که چوره از کسی ما یک ذره زومش کنم اسکرین شات. این تو خواه بچه مامای من عبدالله جان با کرونا مبتلا گردید، دوستا برایش دعا کنید. پست ایناله خواه اوهو این نفر از اکید. بله رفیق جانام تکلیفش جدی است، رو کرونا است. دیگه مصرفیت نیست، اگه اینه من تخصیحات خدا تیر کنیم. سلام ملا لالا امیال در فیسبوکت خواندم واقعیت داره این نطاق بیش بلقو را انداختی که ویروس کرونا گرفته. چی دیست بیخی دوازش بسیار خراب بود بردنش. یکو نرمند هم انداختی که در شفاخانه است. نه شفاخانه ارتم پرتم خودش نشته کده بود که در شفاخانه ما آمد باز مریض شد و کرونا گرفتیش. بسیار هم قاطعشان تلخ است. نه رو زیاد بیرو خودم نبا که یک ذره گمش کن. ما هم از دیگه جای خبر شدم در این فیسبوک مانده بودم. بسیار دروغ می. چرا؟ من چی دروغ گفتیم؟ من همیال از گوشه یک سیلت داشتم به خاطر سعی کنید در این مای روزه خودت هم روزه دارید در این مای روزه دیگه بسن... مصروفیت نیست چی کنی دیگه خواهی نیمی فیسبوک هستی نیمی بنداخته برو بیاده بیاز کلش هم میگیره. باز مصروفیت که نبود میگیری پشت مردم گپ جور میکنی. خینالو بیچاره را از وظیفه میکشه، از کار و بار میکشه مردم میکشه. من کجا وظیفه دارم کی وظیفه داشته باشه؟ روز کده کسی نشسته. چند روز پیش انداخته بودی مسعود فنایی را هم کرونا گرفته. او را نگرفته بود. برای من مسیج هم کده که پاک کن. گفتم برود خدا لوده لوده نساز. خسایی که باز دروغوی که میشه بد نیست. سی گپا نباش لالا. خیلی چی کنم بگو این مصروفیت خواهم یه موضوع داغ اینمی کروناست بیاز خود کلش هم میگیره اینمی یک اکتا ما که پرتم فیسبوکت لایک زیاد میگیره و ساده خدا پرتو تو هم یک سه چهار نفره پرتو اقا لایک بگیری اقا کامنت بیا اقا ریکوست برد بیا
بیخی یک منبع خبری جور میشی. خدای نه. حالا تو به خاطر یک لایک، به خاطر یک که برای توری کیویز بیا میزنی زندگی مردم را تباه میکنی؟ چی تباه میشه؟ تداوی میشه؟ هنوز پیسه میتیش؟ لالا جان میفهمی هر دفعه که تو در فیسبوک مندازی که میگی فلانی را کرونا گرفته، مردم دیگام وشد زده میشه، مردم دیگام میترسه. ای را خوی یکم خودت مد نظر بگی؟ چی کنی دیگه؟ خوی اینمی رقم که بیادر، اینمی رمضان، اینمی قرنطین، اینمی کرونا، اینمی روزه را تیر نکنی؟ دیگه رقم دار نمیخورم. چی کنی این از صبح تال در خانه شدی؟ حالا امی پدر نالت ها، وردار بخی نماز بخوان، قرآن بخوان. باز چی میشه؟ باز دوی کرونا گم میشه؟ اگه پای میزنی تو هم خود دعا کنه، نماز بخوان، در نماز دعا کن که خداوندی مرض گم کنه. تو که تو بشینی دیگه خدا پرتی، روزام بگیری، نمازام نخونی، روزه به نماز، نماز نخونی، مردم آزار بیتی. حالا تو فکر میگی ما کار خراب کردیم؟ خب صحیح کار خراب کردی. خدای ناخواسته، خدای ناخواسته. فکر کن یکی از اعضای فامیل خودم و شما را هم تو بگیره پرته در فیسبوک. ما فیسبوکش بلاک میکنم که تو کارا کنه. چرا بلاک میکنی؟ خود چی بیاب میکنم آره دیگه. نگرفته باشه او بیچاره بیاب شد. او بیاب نمیشه که تو کهیدی ای کارا. یک کمک فکر کو لالا، یک کمک خوب دقیق فکر کو بیبی که تا زندگی مردم چه رقم بازی میکنه ما و شما. حالا ما نمیفهم حالا چی تو پاک کنم خیلی کلشه. مسعود فنایی بهترین دوست ما بود. برای ما 50 رقم مسج آمد، آخر خودم به مردم جواب دادیم، آخر رفتیم مسعود جان خودم گفتیم که لایف برو کت مردم. خودت هم شاید حال هستی مشناسیش، کم بود وظیفهش هم از دستش بره و در صد جنجال دیگه هم بیچاره در مانده بود. والله من تو هم راست میگی، ببخشی ما اینم یال پاکش میکنم. آفرین این تو کارا کلالا جان، او را پاکو از مردم پس یک بخشش بخوای با یک پوز بان بگو دوستا ما یک چند دقیقه شوخی کردم خلاص. چرا ما مردم هم میزنید؟ خواهی نه من همی کارا میکنم، من میره پاک میکنم. اما نه بان یک چند تا لایک بگیره سیست. من تو را میگم پاکو تو میگم لایک بگیرم.